We choose to go to the moon. رژیم امریکا بزرگترین دشمن فرازمینی ها میاد. درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر این کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، کاملا پر انرژی، شاد و سرحال با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید مطابق همیشه با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و قطعا بگید کاملا عجیب امروز. چنانچه دوستان خاطرتون باشه که قطعا هم خاطرتون هست، چون فقط یک قسمت ازش گذشته. در قسمت پیشین، در بخش پایانی اون قسمت، من یک سری تصاویر که مشخص نیست این تصاویر مربوط به چه چیزیه رو برای شما دوستان عزیزم به نمایش گذاشتم که بسیار مورد توجه و پسند شما هم واقع شد. دوستان، همینطور که در قسمت پیشین خدمت شما نازنین ها عرض کردم، یک شبکه‌ای به نام جیو ایلینز در اینستاگرام و همچنین در تیک تاک اقدام به پخش یک سری از تصاویر عجیب کرده. حقیقتش از ظاهر این تصاویر این چنین به نظر میرسه که این شخص یک سری زیرخاکی پیدا کرده، اما از طرفی بعضی از این اجناس، بعضی از این چیزهایی که نشون میده گویا تولیدات سالهای اخیره. حقیقتا من خودم نمیدونم که آیا این چیزهایی که این شخص نشون میده یک سری از اشیاء باستانی هستند و یا اینکه نه، تولیدات روزهای اخیر هستند. با این حال از اونجا که این تصاویر بسیار بسیار جالبه و در نوع خودش هم بسیار تکه، برای شما دوستان عزیزم بخشی از اون تصاویر رو در قسمت پیشین نشون دادم. این تصاویر بسیار مورد توجه شما دوستان عزیزم قرار گرفت و از من خواستید که نسخه کامل این تصاویر رو هم براتون آماده کنم و به نمایش بگذارم. به روی چشم اطاعت دستور میکنم و از شما دوستان عزیزم دعوت میکنم که به اتفاق با هم دیگه به تماشای این تصاویر بنشینیم. ظاهر این تصاویر این چنین به ما میگه که این تصاویر مربوط به امریکای جنوبیه. حقیقتا تصاویر زیبا و شگفت انگیزیه. از شما دوستان عزیزم درخواست کنم که تا به انتهای این قسمت من رو همراهی بفرمایید.
Thank you.